تو در ما باور و ایمانی بیدا برای درد دل درمانی بیدا برای درد دل درمانی بیدا میون شاد اختی غر جسمانی دل تو تو شازاد هزاریستانی دیدا تو شازاد هزاریستانی دیدا شارستانی مبافم شانو دست مالی بامیانی مبافم شانو دست مالی بامیانی مبافم دوری یخن تو جا غرگی زده گل در تو واز قدیل و مانی مبافم در تو واز قدیل و مانی مبافم بنام خدا. سلام وقت بخیر دوستای عزیز، امیدوارم که حال دلتان عالی باشد. امروز برنامه جالبی داریم، آمدم در منطقه شهر زایده که در آمیانه و اصلاح ما و شما شهر زایده و خیلی منطقه جالبی به نظر میرسه. دیگه من خیلی دوست داشتم که بایم یک بار از نزدیک ببینم، دیگه قبلا خیلی در مورد شنیده بودم اما معلومات زیادی ندارم، فقط اینی سنگا و کوهی که هست خودتان میبینین خیلی به نظر جالبه و همچنان منطقه خیلی قشنگ و سرسبزیه، منطقهشم خیلی خنک به نظر میرسه و همچنان من خودم زیاد معلومات ندارم و خواستم همراه یک از کسایی که در اینجا سکونت داره بهش گپ بزنم و معلومات بگیرم. پس شما هم همراه باشید. خب کاکای سلام، خوبی؟ سلام، احترام به شما. خوب هستم، بخیر. تشکر، سلامت باشین. تشکر زنده. خیلی تشکر از اینکه خواستم با ما صحبت کنید. خواهش میکنم. میشه که یک کمی معرفی کوتاه از خود داشته باشین؟ ما نام رمضان هستم، مظفری تخلص میکنم. یکی از باشندگان این زمین منطقه است. خب بسیار خیلی خوشحال هستم. خواهش میکنم. من منطقه شهر زایده خیلی دوست داشتم و خواستم که یک بار بیایم ببینم و معلومات داشته باشم. اولتر از همه میخوایم که پرسان کنم میره چطور نام شده شهر زایده ایشته؟ شهر زایده طوری که ما خودم در متون تاریخ کم تو خواندم، اولا اینکه یک توضیح داده شده که در چی در نوشتجات هستیم و شما در احصایه اونجا سیر مونیم شهر زایده نوشته، در حالی که شهر زایده یک چیزی نادرست، یعنی شهر زایده شهر یک چیزی رو نمیزایه مثلا نه؟ دیگه و از او گذشته یک نمادی از شهر در اینجا وجود نداره که رو شهر زایده بودیم. بنابراین میشه گفت که این شهر زایده نیست، اینجا شهر زایده یه. وقتی ما و شما به کلمه ما قبل مثلا ملوک سابق ایران سهل مونیم مثلا مگه که کی کاووس، کی خسرو و کی قباد یا همچنان چیزای دیگه که کی دره نه، یک کلمه پیشوان دره کی مثلا در سابق به نظرم که همه ملوک یا مکسایی که اینجا حاکم بودن، حاکمای وقت را همون یک کلمه پیشوند شار داشته بودن، شار مثلا شار داده. این همین منطقه هم نظر همون آثار تاریخی که آدم منگرنه دیگه در میابه که حتما یکی از اون کسا در اینجا بودو باش داشتن، به او اساس به نظرم که اینجا را میگه شار داده. خب سر، خب آب و هوای منطقه چطوره؟ آب و هوای منطقه در تابستان یک تابستان معتدل داره، زمستان هم چیه؟ زمستان سردی داره، یعنی می رقم یک آب و هوایی داره. به نظرم خیلی سرد به نظر میرسه. بله، زمستان بسیار، یک زمستان بسیار سرد داره. چطور میگذره زندگی؟ زندگی دیگه سابق بار از زندگی با مزه بود، در اطراف
ولی برای فعلا چون دوستا و آشناهایی که در اینجا بودن همگی کوچ کردن و ما خودم شخصا بسیار احساس تنهایی میکنم در اینجا. بسیار تقریبا به حدی که افسردگی مرا گرفته. این میرقم یک زندگی است، ولی برای مردم عام در مجموع حساب کنی یک زندگی بسیار بخور نمیری دارن، زیرا و کسایی که به اصطلاح توانستن خود را از اینجا بیرون بکشن رفتن به شهرها، مثلا کابل و هرات و مزار و غزنی یا بیرون از افغانستان مثل ایران و جاهای دیگر رفتن. همون کسایی که به اصطلاح دست ستیز و پای گریز ندارن مثل از مورین می جواندیم. خب باید زحمت بکشین، کار کنین، چه زن چه مرد. خواهی خب لازمه زندگی کار کردن. در اینجا خیلی جای دوریه، اگه مکتب اینجا هست یا نه؟ مکتب برای از سال 85 یک مکتب سی بی ای را کمیته سیگدن اینجا ایجاد کردن. قبل از اون نبود، یک رای بسیار دور دست ما رفتن کسایی که مکتب می رفتن. از سال 85 و بعد اونمو سی بی ای را در رأس از او کار ما خودم قرار داشتم، او را سی بی ای تبدیل کردم برای اصطلاح و رسمی مطلق رسمی شد، بعد از رسمی متوسطه شد، نصف متوسطه برای فعلا لیسه تبدیل شده، لیسه رو داریم در اینجا. سلامت باشین. اگه باید نسل جوان باید باسواد باشن. قطعا. خب به این سنگای کوی چیزی هست خیلی جالب به نظر میرسه. اینا چطور قدر غارغاره؟ اینا دیگه این غارایی را که میبینیم اما غارای خردرزیشی. این دستی طبیعت هست. منطقه این غارایی که کلان کلانه آثار کولینگ در شهر است، این را کندکاری هایی را که از زمان سابق منده یعنی قدمت تاریخی ازی بر میگرده به حدود 2000 سال پیش. یعنی دوران قبل از اسلام چنانچه که میگن البته. به خانه هایی که اینجا مانده خیلی جالب خانه هایی که میگنه ما شما بعضی هاش که هست در صاحبش داخل شده یکی دو تا در مغاره نشین و بعضی های دیگه هم رفتن بیرون از مغاره یک خانه ایلی برای خود ساختن و بعضی هاش به کلی رفتن مثلا ایران رفتن بیخی، بعضی هاش در اروپا رسیدن بیرون از کشور بیخی رفتن. بله یا مغاره هایی که وانا کندکاری شده در سابق اما یک مقدار چیزی که از سنگ و گیل رایش را گرفتن و پنجره ساختن و در ساختن بله شاید یا هم دیر وقت میشه که جور شد. خیلی جالب. و اینکه از بازار فکرتون خیلی دوره؟ از بازار یک بازار که خورده به خود منطقه هست. ولی ای که نیازمندی ها را کاملا برآورده کنن نه دیگه دور هستیم. بله بعضی مواقع پیش میاد که اگر ضرورت پیش بیای مجبور هستیم که مدت چی غجور بوریم. غجور. ده غجور بله. بازار اصلی غجوره. خب. شفاخانه چی؟ شفاخانه نزدیکای هست یا نه اونم؟ یک کلینیک سرپایی در منطقه هم تقریبا 3-4 سال میشه، شاید بیشتر 5 سال شده ایجاد شده در منطقه. جور شده. و ضروریاتی آمه را سرپایی به اصطلاح رفع میکنه. اما در مشکلات بیشتر صحی باز دوباره مردم مراجعه میکنن در غجور. یعنی کجور نزدیکترین جایی که بله بله. چطوره انگوری هم بازار انگوری یا کلینیک انگوری هم رفتین؟ انگوری نه چون مسیر بسیار دور از اینجا نگه اما ضروریاتی که در اینجا رفت نمیشه اکثرا در غجور و یا از اونجا هم که بگذاره در مرکز اولسوالی در سنگ ماشه رفت میشه. آثار را که شما ببینین امی اتاقای را در حقیقت یک به دیگه ربط داشته و راه های ورودیش یک راه ورودیش از خانه اینجا خانه وارم و یک غار که دوینجا شما میبینید و از اونجا ورودی داشته دو مغاره از اون مغاره باز دوینجا ارتباط داشته از اونجا میرفته تا وسط صخره را از وسط صخره باز دوباره یک راه وجود داره تا نوک صخره این حد نهای صخره اینطور برمیه که اونمو نوک صخره اما محل دیدبانی از اون مردم هایی بوده که سابق اینجا نشیمن بوده یا حاکمان وقت بوده و یک راه دیگه از وسط صخره جدا میشه مورد در پشت سر که از پشت سر راهی به اصطلاح یک راهی فرار یک چیز داشته باشه. متاسفانه به اثر تخریبی که صورت گرفته اونم تخریبات که صورت گرفته هم راه مواصلاتی قطع شده از مثلا از این مقاره در اون مقاره راه مواصلاتیش قطع شده
همچنین اینیم به غاره دیگر که یک اتاق دم و وسط سرتش ما میبینیم. رای ورودیشی از بالای انزمی چی بود؟ از بالای انزمی که وقتی مورد میبینید از مشخص یک سوراخ زنده کاری کنده شده رفته تا اونده اون مغاره را. وقت زو مغاره اون مشخصه که لمبیدگی صورت گرفته. اون لمبیدگی صورت گرفته رای مواصلتی از را به اصطلاح قطع کرده. دیگه این می رقم یک چیزایی وجود داره. باز اونم کلکینگ خورد را که شما در اونجا میبینید اگر یک زینه چوبی را ما و شما بتونیم ازش استفاده کنیم میتونه آدم بتونه داخل از او غار بره از داخل از او غار باز یک زینه کاری یک زینه کندش کاری شده بسیار منظم وجود داره تا وسط از این صخره را که در داخل از او تقریبا یک اتاق 3x4 یا 4x4 وجود داره باز اونم اونجا آدم این طرف فکر مونه که شاید ام مختگاه یک آدم بسیار مهمی که در زمان بوده و نمونج وجود داشته یعنی می رقم چیزایی در اینجا وجود داره باز مغاره های کلان کلانی که پیش رو خزی بند شده داخل زی یک مغاره بسیار کلانی که سابق یک خانواده در اونجا زندگی میکردن که حتی خودش و یک مقدار بزرگستنده که داشتم در داخل نظم و مغاره جا میشد اونم رقم اینمی مغاره دیگر که شما میبینید گونم رقم مغاره های کلان کلانی هست باز شبیه هزی وجود داره تعداد چندی از این رقم مغاره خب بسیار خوب مزفر خیلی تشکر سلامت باشین از اینکه وقت گذاشتین ما آمدین توضیح دادید خواهش میکنم بسیار تشکر باشد. تشریف آوری شما خواهش میکنم سلامت باشین امیدوارم که رسانه های مانند شما بیاین در اینجا و آثار باستانی و تاریخی که در اینجا وجود داره ایرا برای مردم معرفی کنه تا ما در آینده بازدید کننده بیشتر انشالله داشته باشیم انشالله خدا حافظ خدا حافظ شکر آقای مزفر خواهش میکنم Thank you.